حمله نکردن به رفح و تو سازمان ملل اخیرا رأی ممتنع داد. اینا ایران جمهوری اسلامی نیست، ایران بخشی از حکومت جهانی است. در حکومت جهانی هم خود اونها بعضی کارا برای اینا میکنن، پس یادتون نره برای اینا همه کار میکنن. اینی که صرفا بگی او هست و از او یاری که خودش هم داره برای بعدم تو ایران جناحه، جناح خاتمی است، جناح روحانی است، جناح ظریفه، هر سه تاشون اصلاح طلبن، ولی هر سه تاشون جناحن، جناح کروبی است، جناح موسوی است، هر پنج تاشون جناح اصلاح طلب ها هستن، اینها پنج تاشون ولی بودجای مختلف دارن، بین خودشون درگیری که سر تو رو گرم کنن. شما اگر میخواین ایران پیروز بشه به آزادی برسیم، خارج از کشور باید ول کنین همه اینا رو، فقط به روحانیت حاکم بر کشور بپردازید و سران درجه یک، و تشویق به این که مردم تفکر آریایی رو ترویج بدن و تفکر تازی رو نکوهش کنن. امروز نمونه شو براتون گفتم، از رمضان بالاتر که نیست، رمضان من در آوردنیه برای محمد، بعدم خودش لغوش کرده، بعدم در فتح مکه گفت حتی نمازم نکنید، نمیدونید چون اینو نمیدونید. در از میترا تو محمد اینو من نوشتم اوائل انقلاب، خیلی از کارها رو بچه اومدن فعال شدن، چه میکنن اینا رو شما دنبال کنید، اینا رو تبلیغ کنید. این صفحه صفحه کتابی که الان بچه اومدن فیلم میسازن، فیلم های قشنگ، خالد ابن ولید کی بود میشناسیش؟ اینها رو ترویج کنید. تو این فیلمی که شما دیدین، اون آخونده که آخرش میگه اسنپ گفتم بیاد اوبر آمده تا دیده منم مخواستید فرار کنه، من خودم انداختم تو ماشین، مرد سپیت وای میتونی خود به زور بندازی تو ماشین. این تیکایی که میبینین اینا رو فیلم اینا درست میکنن، اینا رو فیلم درست میکنن که بگن با همه اینا نگاه آخونده سوار تاکسی میشه، آخونده به زور سوار تاکسی میشه، جوک برات تعریف میکنه، میگه من نگاه به زور سوار شد دروغینه دروغه، ولی اون که کتک میخوره درسته، اونی که زدن دوتا، این دوتا که زده بودن ما به شما نشون دادیم، اینا مال همه بعد عیده، یعنی دو سه روز پیشه، هر روز هست. بعد اینا دستور دارن ننویسن همه رو، چون آخونده میترسن. روحانیت که اساساً واژه حجت الاسلام، آیت الله، سقط الاسلام یک بدعت انگلیسی است و لباسشون رو من در ایران کتابم که منتشر شد پیشتاز مبارزات خلق نوشتم که کل لباس رو زمان هارون الرشید وضع میکنه بین علما و عوام نفهم، یعنی طبقه روحانیت دربار مثل شاه لباس میپوشیدن اینجوری، اون موقع مد میکنه، ولی جا نمیفته تا اینکه انگلیس ها در همزمان با انقلاب مشروطه میان با ساخت واژه آیت الله و اینها همین لباسی که خب کشیش هم تنشون میکنن فلان میکنن بر آخونده و تشکیلات و حجت اسلام و سقط اسلام و آیت الله درست میکنن. اصلا این هم هیچ ربطی به دین خود اینا نداره، به خدا، به پیغمبر نداره. اینا شما روشن باید باشید و روشن بکنید. قداست ایران داره، قداست دختر ایرانی آریایی داره، قداست شما دارید.